سلام، روزتون پر از رحمت و برکت الهی. با تازه ترین اخبار فناوری از تلویزیون اینترنتی مردم خبر همراه شما هستیم. اولین سوژه‌ای که امروز چشم کار برای فضای مجازی رو خیره کرده یک کامپیوتر 9000 دلاری مایکروسافت که هم میتونه افقی و هم عمودی مورد استفاده قرار بگیره. قابلیت‌های ویژه‌ای داره. یه دستگاه کاملا یک پارچه ویندوز 10، صفحه نمایشش 50 اینچه، پردازندش نسل 8 اینتل و هارد دیسک 128 گیگابایتی داره و فوق‌العاده جذاب و دیدنیه. Like the Surface Hub before, this display runs Windows 10 Team. It's designed to run Microsoft's universal Windows apps, and that means apps like Word, Whiteboard, Microsoft Teams, and many others will run just fine on here. Microsoft has done some special work on the screen bonding to make the pen experience a little better, and it will instantly pair as soon as you touch the display. You can even snap it to the side of the display just like a Surface Pro. Because of the combination of touch, stylus input, and the 3:2 aspect ratio, you can get some pretty interesting software experiences here. The idea is to increase collaboration for meeting rooms or to allow workers to wheel this to locations where meetings might not typically. یه خبر داغ از شورای عالی فضای مجازی رسیده. شورای عالی فضای مجازی کشور گفته فقط 3 پیام رسانه، بله، سروش و گپ هستن که این اجازه رو دارین که بتونید برای خدمات اداری و انواع مکاتبات اداری ازش استفاده بکنید. این یکی از اخبار قابل توجه فناوری‌های امروزه. اما بریم سراغ یه موتورسیکلت برقی که میگن اگر این به بازار بیا جلوی خیلی از حوادث رو میگیره. ببینید شما هم قضاوت کنید. استفاده از چاپگرهای سه‌بعدی رو تو زمینه‌های مختلف دیده بودیم و کاراییشون چشم‌انداز شده بود، اما بوتون ریزیشون رو ندیده بودیم که اینم امروز می‌بینیم. اما احساس هیجان یه خانومی که از دست مصنوعی هوشمند به جای دستای مصنوعی قدیمی استفاده کرده هم تو فضای مجازی شیر شده و بین همه حس خوبی رو ایجاد کرده. شما هم ببینید و لذت ببرید. تازه ترین اخبار فناوری و آیتی رو هر روز از کلیک راست دنبال کنید.